پیشتر رسانه های متعدد بین المللی و همچنین هیئت پخش همگانی اسرائیل گزارش داده بودند که اسرائیل طی سه موج به حدود 20 موضع در ایران حمله کرده است. به نوشته وبسایت اکسیوس در موج اول حملات اسرائیل سامانه پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفت و موجهای دوم و سوم بر پایگاه ها و سایت های تولید موشک و پهپاد متمرکز بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که تمامی هواپیماهای این کشور که در حمله به ایران شرکت داشتند به سلامت به پایگاه های خود بازگشتهاند. در همین حال قرارگاه پدافند هوایی ایران با صدور اطلاعی اعلام کرد که اسرائیل نقاطی از مراکز نظامی ایران را در سه استان تهران، خوزستان و ایلام هدف حمله قرار داده است. این قرارگاه همچنین گفته است که آسیبهای محدودی به برخی از نقاط وارد شده و ابعاد آن به نوشته این بیانیه در دست بررسی است خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاستاران پیشتر گزارش داده بود که چند پایگاه نظامی در غرب و جنوب غرب تهران هدف حملات اسرائیل در بامداد شنبه بوده است همچنین شبکه های خبری CNN و NBC به نقل از منابع نظامی گزارش داده بودند که حملات بامداد شنبه اسرائیل به ایران محدود به اهداف نظامی است و شامل تأسیسات هسته‌ای و وزیر ساخت انرژی نمی شود. در خبری دیگر شب گذشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که واشنگتن مشارکتی در حملات بامداد شنبه اسرائیل به ایران نداشته است. همچنین رسانه های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز و روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام های رسمی گزارش دادند که اسرائیل پیش از حملات خود به ایران این موضوع را به ایالات متحده اطلاع داده بود. در خبری دیگر سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران لوید استین وزیر دفاع ایالات متحده با همتای اسرائیلی خود یو گفتگو کرد. به گفته سخنگوی پنتاگون وزیر دفاع آمریکا در این تماس بار دیگر بر تعهد مستحکم واشنگتن به امنیت اسرائیل و حق این کشور برای دفاع از خود تاکید کرد گفتگوهای دو طرف در ماهای اخیر به طور منظم ادامه داشته است و همچنین ایالات متحده به تازگی یک سامانه موشکی تاد را در اسرائیل مستقر کرده. در خبری دیگر سازمان هواپیمایی کشوری ایران شب گذشته و پس از آغاز حملات هوایی اسرائیل اعلام کرد که حریم هوایی ایران تا ساعت 9 صبح شنبه بسته است اما پس از آن خبرگزاری ایرنا صبح امروز گزارش داد که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده پروازها در همه مسیرها تا اطلاع ثانوی لغو و ابطال شده است شب گذشته رسانه های ایران از جمله خبرگزاری های صدا و سیما و مهر گفته بودند وضعیت در حریم هوایی و فرودگاه های ایران عادی است. همچنین شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی صبح امروز با انتشار تصاویری مدعی شد که فضای تهران عادی است و همچنین وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که فعالیت مدارس در تهران امروز به روال عادی است. در همین حال روزنامه یدیوت اهرونوت اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد که خسارات وارد شده به مراکز تولید های ایران به گفته او بسیار قابل توجه بوده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید شماری از افسران سپاه پاسداران که از طریق سفارت جمهوری اسلامی در بیروت وارد لبنان شدند تا به حزب الله در پرتاب راکت و پهپادهای انفجاری کمک کنند رصد و تعقیب می شوند او توضیح بیشتری در این باره نداده اما تاکید کرده که تعقیب و هدف قرار دادن افراد حزب الله در لبنان بر اساس گزارش های اطلاعاتی است جمهوری اسلامی این هفته کشته شدن معصومه کرباسی و علی حیدری شهروندان ایرانی در عملیات روزهای گذشته ارتش اسرائیل را تایید کرد ارتش اسرائیل میگوید عملیات در لبنان را برای هدف قرار دادن عواملی که آنها را مهره های مؤثر حزب الله میداند همچنان ادامه خواهد داد آخرین روز اجلاس بریکس روز پنجشنبه برگزار شد با حضور رهبران مقامات ارشد و نمایندگان کشورهای شرکت کننده در میانشان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم حضور داشت و خواستار عضویت تشکیلات فلسطین در بریکس شد و مدعی شد که اسرائیل قصد دارد نوار غزه را از فلسطینی ها خالی کند ما یستوجب آنچه مورد نیاز جامعه جهانی است رد و محکوم کردن و وادار کردن ارتش اسرائیل به عقب نشینی از غزه است بنابراین اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتش بس فوری ورود کمک های بشر دوستانه عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه و ایفای کامل وظایف دولت فلسطین برای بازگرداندن آوارگان به غزه به یک نیاز مبرم تبدیل شده است آنتونی گوتر دبیر کل سازمان ملل متحد هم بر راه حل دو کشوری تأکید کرد ما به صلح در غزه با آتشبس فوری، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان ها تأمین مؤثر نیازهای بشر دوستانه بدون هیچ مانعی نیاز داریم. ما باید برای پایان دادن به اشغالگری و ایجاد راه حل دو کشور پیشرفت غیر قابل برگشتی داشته باشیم. همانطور که اخیرا یک بار دیگر در قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در سخنانی هشدار داد که خاور میانه در آستانه جنگی تمام ایار قرار گرفته. در همین حال بیمارستان العوده در مرکز غزه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله اسرائیل به یک پناهگاه بیجا شدگان در اردوگاه آوارگان نوسیرات حداقل 16 کشته بر جا گذاشته به گفته مسئولان بیمارستان ساختمانی که در این حمله هدف قرار گرفته قبلا یک مدرسه بوده اما حالا آوارگان فلسطینی در آن پناه گرفته بودند همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک مرکز فرماندهی و کنترل حماس در داخل ساختمان مدرسه قرار داشته بر اساس اعلام مقامات بهداشتی غزه از ابتدای جنگ غزه تا به امروز دست کم 42847 نفر کشته شدند همچنین بیش از 100544 نفر نیز طی یک سال گذشته در نوار غزه زخمی شدند کمی آن طرف در, در لبنان جایی که درگیری میان حزب الله لبنان و اسرائیل ادامه دارد خبرگزاری این کشور گزارش کرد که اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی بیروت به وسیله پهباد حمله کرده و دست کم دو تن بر اثر این حمله جان باختند. شب گذشته هم صدای انفجار بزرگی در محله زاهیه در جنوب بیروت شنیده شد اسرائیل میگوید که نیروی هوایی این کشور در حملات شب گذشتهش به این محله چندین تاسیسات تولید تسلیحات حزب الله را هدف قرار داده است رسانه های دولتی لبنان گزارش دادند که شش ساختمان در حداقل 17 حمله اسرائیل در طول شب گذشته هدف این حملات قرار گرفتند در همین حال ارتش لبنان اعلام کرده سه نفر از سربازان این کشور از جمله افسر در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به روستای یاتر در جنوب این کشور کشته شدند ارتش لبنان در بیانیه‌ای گفته نیروهایش حین تخلیه مجروحان مورد حمله قرار گرفتند شامگاه یک شنبه حداقل 15 شعبه از مؤسسه مالی القرض الحسن که وابسته به حزب الله لبنان است در محله های جنوبی بیروت، مناطق جنوبی لبنان و در دره بقاع شرقی جایی که حزب الله حضور قوی دارد، هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفتند. یکی از حملات یک ساختمان نه طبقه در بیروت را که یکی از شعبه های این مؤسسه در آن قرار داشت را تخریب کرد. این مؤسسه به گفته اسرائیل از سپرده های مشتریان برای تأمین مالی حملات علیه اسرائیل استفاده می کند. دیدبان حقوق بشر در واکنش به این حمله روز چهارشنبه طی بیانیه ای این اقدام اسرائیل را محکوم کرد. در بیانیه این نهاد آمده که تعریف یک نهاد غیر نظامی به عنوان یک هدف نظامی به دلیل وابستگی به جای مشارکت مستقیم و موثر در جنگ همه فعالیت های تجاری در لبنان را به خطر می اندازد و حملات مکرر ارتش اسرائیل به مؤسسات مالی لبنان نشان دهنده حمله عمدی و غیرقانونی به شاخه غیر نظامی حزب الله است روز پنجشنبه در پاریس نشستی تحت عنوان جمعوری کمک برای لبنان در قیاب نمایندگان ایران و اسرائیل برگزار شد فرانسه امیدوار است تا بتواند در این کنفرانس حدود نیم میلیارد یورو کمک مالی برای لبنان جمع آوری کند دولت لبنان مدعی شده که هر ماه برای مواجهه با بحران کنونی در این کشور به 250 میلیون دلار کمک نیاز دارد همونطور که پیش از این هم گفتیم محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در سخنان روز پنج در اجلاس بریکس گفت که اسرائیل قصد دارد نوار قصد را از فلسطینی ها خالی کند. اشاره محمود عباس به پروژه جنرال هاست که اسرائیل قصد دارد در بخش شمال نوار غزه آن را اجرا کند. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده تنلیگر مسائل خاورمیانه در آلمان از او در مورد این طرح و طبعات آن پرسیدم. نگرانی از این است که ممکنه نوار غزه تقسیم بشه اصولا و برنامه های هست این نگرانی های هم محمود عباس هم دولت مصر هم دولت اردن و بسیاری از فلسطینی ها که احتمال داره که شمال غزه رو اون منطقه که الان جباریا هست و در محاصره نیروهای اسرائیلی هست و سازمان ملل میگه که اوضاع بشر دوستانه خیلی خیلی وحشتناک هست در حد فاجعه هست میخواد اینجا رو در حقیقت ساکنینش مجبور کنه که به جنوب برن و گفته میشه که بخشی از این شمال غزه رو اصولا میخواد به خاک اسرائیل ملحق و برای اداره بعدی غزه نه اداره مابقی غزه هم برنامه هایی داره که اون برنامه هنوز دقیق نگفته. ولی اون چیزی که یعنی اون چیزی که از نگفتنهاش آقای آینتان ها گفته میفهمیم که چی میخواد اولا دولت خودگردان فلسطینی نخواهد اونجا با حکومت بکنه حماس که خاناخواه نباید حکومت بکنه بعد مدتی دنبال این بود یه دی مورد اعتماد فلسطینی پیدا کنه از بین خود غزه ها که اونجا رو اداره بکنه ظاهرا پیدا نشده و به همین علت هست که این طرحی رو که به عنوان طرح ها معروف شده یا طرح هنوز نامشخصی است برای اداره روز بعد از جنگ ولی البته اول باید جنگ تمام بشه آقای صدرزاده آقای بیلینکن وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواسته که این طرح رو تکذیب بکنه یعنی کاملا رد بکنه و عقب نشینی بکنه از اون فکر میکنید در صورت عدم حمایت آمریکا آیا اسرائیل میتونه به تنهایی این طرح رو اجرایی کنه واقعیت این است که اسرائیل تا به حال اون کاری رو که میخواسته انجام داده و به های آمریکا چندان توجهی نکرده در حقیقت چندین ماه هست که آمریکا میخواد که یک آتش در بر غزه برپا بشه و بر قبول نمیکنه حتی مخالف ورود نیروهای اسرائیلی به غزه بود باز هم قبول نکرد اسرائیل اینه که اسرائیل علیرغم پشتیبانی آمریکا برنامه خودش رو ادامه میده البته آمریکا هم فشار بیش از اندازه‌ای به اسرائیل نمیتونه بیاره فقط میتونه اعتراض بکنه و این اعتراض ها هم یه مقدار برای خود آمریکا مصرف داخلی داره شما فراموش نکنید آمریکا در حال برگزاری انتخابات و بعضی ها حدس میزنن که چون تعداد آرا خیلی خیلی نزدیک هستند هست بین دموکرات ها و جمهوری خواها و عرب تبارها و کسانی که مخالف سیاست آمریکا در اسرائیل هستند تاثیر گذار باشه اینه که بخشی از اعتراضات آمریکا هم در ارتباط با مسائل داخلی خود آمریکاست و اصل این که فشار اصلی به اسرائیل بیاره که واقعا تحمیل کنه به اسرائیل آمریکا نداره هیچ دولت نخواهد کرد و در آینده هم اسرائیل میدونی که میتونه به سیاست خودش ادامه بده آیه صدزاده اما آن سو در واقع در سمت لبنان دیدارهایی که امروز آقای نجیب میقاتی داشته با رهبران اروپایی در اون تلویحا این نکته رو مطرح کرده که از این پس سلاح فقط در دست دولت لبنان خواهد بود بدون اینکه اشاره مستقیمی بکنه به خل سلاح حزب الله فکر میکنید آیا این طرح در لبنان امکان داره بتونه محدود بکنه حزب الله رو تا در واقع منطقه به سمت شرایط آرام تری پیش بره؟ در حقیقت اون که آقای میقاتی میگه اجرای قطنامه 1701 سازمان ملل که منطقه جنوب لبنان بایستی خالی از نیروهای مسلح حزب و هر گروه دی... نظامی دیگری باشه و این اعلام آمادگی آقای میقاتی برای اینکه ارتش لبنان وارد جنوب لبنان بشه بین رودخانه لیتانی و مرز اسرائیل اینو بارا اعلام کرده ولی خلع سلاح حزب الله کاملا امریز تقریبا ناممکن بسیار بسیار مشکلشون به هر حال حزب الله مقاومت خواهد کرد و بعضی ها حس میدن که ممکنه لبنان در آستانه جنگ داخلی دیگری قرار بگیره ولی تمایل آقای میقاتی و تمایل بسیاری از گروه های دیگه برای خلع اصلاح حزب الله وجود داره مسئله امکان به صلاح عملی کردن اون هست و این یک مسئله است که هم جامعه جهانی میخواد هم فرانسه میخواد هم دیگران میخوان ولی مشکل هست اینو در برابر حزب الله چون حزب الله هنوز قوی هست فراموش نکنیم حزب الله بزرگترین نیروی نظامی لبنان هست حتی از ارتش لبنان هم قوی تره علی اینکه اسرائیل این اسرائیلین همه بهشون حمله کرده و سرانشو کشته ولی هنوز حد میزنن که در انبارها و تونل هایی که حزب الله داره به اندازه کافی اسلحه داره که اگر جنگ داخلی شروع شد به عنوان یکی از اصلی ترین نیروها وارد این جنگ داخلی بشه اما به ایران بریم جایی که جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با توجه به تثبیت نرخ بیش از سی درصدی فقر در ایران یک سوم شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند بر اساس این گزارش نرخ فقر در ایران در سال 1402 به رقم سی درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال 1403 نیز همچنان در فعلی باقی میماند اما تثبیت نرخ فقر به چه معناست این پرسش را رو از روشنکه آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن فرانسه پرسیدم به دلیل اینکه در سالهای گذشته نرخ فقر در ایران متغیر بوده اما طی 6 سال گذشته این نرخ تقریبا در یک محدوده ثابتی قرار داشته و البته امسال با یک افزایش حدود 14 درصدی به سی درصد رسیده به این معنا که یک چیزی در حدود سی میلیون نفر در ایران در زیر خط فقر قرار دارن البته از دید مرکز پجوهش های مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه برخی اقتصاددانها ها متقدن این تعداد بیشتر از سی میلیون نفر هست یعنی در محاسبه نرخ فقر مرکز پجوهش ها با اقتصاددان ها اختلاف نظر دارند؟ بله علتش این هستش که یک سبدی به اسم سبد معیشت محاسبه میشه که شامل هزینه های ضروری یک خانوار هست و بر اساس اون میار هم خانوار سه الا چهار نفره رو در نظر میگیرن و محاسبه می محاسبه میکنن که هزینه های ضروری یک خانوار به طور میانگین چقدر است که خب شامل مسکن خواهد بود پوشاک خورد و خوراک درمان هزینه هایی که به هر حال هزینه های ضروری و غیر اجتناب برای یک خانواده هستند منتها مراکز دولتی یا مراکز حکومتی مثل مرکز آمار ایران یا مرکز از پژوهش های مجلس شورای اسلامی این دیتا ها این قیمت ها رو بر اساس قیمت هایی که دولت اعلام میکنه محاسبه میکنن ما در بویژه در حوزه مواد غذایی و در حوزه نرخ تورم مسکن اختلافی وجود داره بین ارقامی که دولت اعلام میکنه و آنچه که در به صورت گزارش های میدانی در واقعیت بازارهای مختلف ما کسب میکنیم به دلیل اینکه به طور مثال دولت ممکنه یک مواد غذایی رو به صورت دستوری یک قیمتی اعلام بکنه ولی بازار از اون قیمت دستوری تبعیت نمیکنه و قیمت قیمت در بازار بیشتر هستند این باعث میشه که وقتی اقتصاددانان محاسباتی رو انجام میدن معمولا ارقامی که از افرادی که زیر خط فقر قرار دارن یا اون رقمی که برای سبد معیشت محاسبه میکنن بیش از آن چیزی باشه که مراکز حکومتی اعلام میکنن اما خانم مستراکی نکته ای که در این میان وجود داره این هستش که دولت ادعا کرده که در سال 1402 کشور رشد اقتصادی نیم درصدی رو تجربه کرده چطور امکان داره که در عین بالا رفتن و بهبود وضعیت رشد اقتصادی اما ما همچنان شاهد فقیرتر شدن مردم هم باشیم عوامل متعددی در اینکه اگر هم یک رشد اقتصادی مختصری وجود داشته باشه مردم ممکنه فقیرتر بشن دخیل هستن من تا من قبلش در مورد این رشد اقتصادی توضیحی بدم و اون این هستش که معمولا در ایران نه حالا دولت رئیسی یا دولت پزشکیان کلا یک چیز مرسومی هست در دولت های جمهوری اسلامی که معمولا خام نفت رو اضافه می بر ارقامی که بعدا ازش رشد اقتصادی در میاد منتها نفت که حاصل از صادرات نفت ایران هستش و درآمد ارزی به کشور وارد میکنه لزوما به معنای ایجاد رشد اقتصادی نیست مگر اینکه این, درآمد حاصل از نفت در بخش زیرساختهای اقتصادی در بخش تولید در بخش صنعت سرمایه گذاری بشه و باعث بشه واقعا یک رونق اقتصادی اتفاق بیفته و کیک اقتصاد ایران بزرگتر بشه ولی آنچه که اتفاق میفته معمولا این خام فروشی نفت به دلیل وجود نهادهای بیشماری که در حوزه تبلیغات ایدولوژیک یا در حوزه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بودجه خاری میکنن از منابع کشور بخش زیادی صرف اون خواهد شد و اصلا این نهادها این سازمان ها این مؤسسات تأثیری بر اقتصاد ایران ندارن یعنی صرفا مثل زالو هستن و این منابع رو استفاده میکنن بدون اینکه بهره وری داشته باشن در نتیجه کلا حالا یه بحثی من خیلی نمیخوام واردش بشم ولی یه بحثی هست که همواره این رقمی که به عنوان رشد اقتصادی مطرح میشه جای بحث داره از طرف دیگه ما مهمترین مشکلی که الان قشر حقوق بگیر در ایران باش رو به رو هستن بحث درامت هایی هست که همخانی نداره با نرخ تورم یعنی درامت هایی که همواره پایین تر از نرخ تورم هستن ممکنه که دولت سالانه یک درصدی به این درامت ها اضافه کنه اما ارزش واقعی این درامت ها کاهش پیدا میکنه هر سال چون کمتر از نرخ تورمه چون ارزش پول ملی ما داره یاد پایین و به همین دلیل هست که مثلا یک فرد حقوق بگیر یک کارمند یک کارگر اگر با میزان حقوقش میتونسته یک سبدی از مواد غذایی رو تهیه بکنه سال بعد هرچند یک درصدی اضافه شده بر درآمدش اما نصف اون مواد غذایی رو میتونه با حقوقی که تازه افزوده هم شده بر میزان اون خریداری بکنه در نتیجه یک دومینوی اتفاق افتاده به ویژه در بین اقشار حقوق بگیر در ایران که این باعث شده مدام اینها به زیر خط فقر رانده بشن و در قهر خط فقر فرو برن